بعد از مدت ها و در ادامه همون سونامی آهنگ دادن آرتیست ها، رستاک هم که دیگه رستاک دیگه کمکاره بابا، لامصبین دیگه کمکاره، ولی رستاک هم آهنگ داده. اسم آهنگش هم یک بار مصرفه، 4 دقیقه و 29 ثانیه تو حالت عادی آهنگ میداد، تایش 3 دقیقه، الان 4 دقیقه و نیم. بریم بشنویم ببینیم که چه کرده رستاک حلاج. فامیلیش خدایی خیلی، اسمش هم شیکه، هم اسمش شیکه هم فامیلیش. برو بریم. ترانش با خودش نیست، ترانش با مهدی ایوبیه. عجیبه، چیزای عجیبی میبینیم این روزها. از ازدحام شهر باید دوباره برگردم به خونه. چه ژانر وهم‌آلودیه، یه جوریه، تا حالا انگار کار نکرده این سبکی. کی غیر تنهایی قراره چشم انتظارم من بمون، پشت درم پشت دری که هیچ کس برام بازش نکرده، دست کلیدم حتی یک شب احساس آرامش نکرده. جان بخشی به اشیا رو داشت، این دست کلیدم یک شبم احساس آرامش نکرده، بال بود. احساس آرامش نکرده. اینجا میخواد جامپ بزنه. از پله ها بالا که میرم، سایم کنارم سر به زیره، جز جا لباسی کی قراره دستای شالمو بگیره. بابا این خیلی ادبی کار میکنه، با اینکه ترانش خودش این سری نگفته، ولی باز مهدی ایوبی هم یعنی اومده خودشو گذاشته جای رستاک. ببینید رستاک مثلا تو چه سبک و سیاقی ترانه دوست داره و اومده همونو پیاده کرده. ببین آخه تا کجا داره میره، سایم کنارم جز سایم کسی نیست و اونم سر به زیره، از من پایین تره و کسی جز جالباسیم قرار نیست دستای شال گردنم رو بگیره، دستای شالم رو بگیره. ببین آخه خیلی عجیب غریبه. منم سر به زیر، جز جالباسی کی قرار دستای شالم رو بگیره، چراغا خاموشن که جای خالیش دخلم رو نیاره، من خونه رو تاریک میخوام، این زندگی دیدن نداره. خیلی ترانه اصلا تو لول مارکت پاپ فارسی نیست، مارکتی که مثلا آهنگای یه بار آهنگای ماکان بند رو بشنویم به خاطر من، خواهش میکنم. یعنی ترانه اصلا تو در و دیوار کوچکترین وزنی رعایت نشده، از اون طرف ما اونو داریم توی مارکت که مثلا یه قشر خیلی زیادی طرفدار داره، و از اون طرف یکی مثل رستاکو داریم که مثلا چقدر ترانه هاش خاصه، حالا چه خودش بنویسه چه از ترانه کسی دیگه استفاده کنه. اصلا نگم براتون حال بد تنهاییامو از چایی لیپتون بپرسید، حال منو دریا به دریا از بوتیاهای تون بپرسید. وای چای لیپتون قوطی های تون، خیلی اصلا قافیه های جدید، استعاره های کم نظیر. از کوه زرفای
نشسته از لحظه های بغض و تردید، از کوه ظرفای نشسته، از بچه هایی که ندارم حال منو از اون بپرسی. کاش این تنظیم تو فضای راک بسته می شد، به نظرم درجه یک می شد تو اون فضا، خیلی خفن می شد. سعید رضایی تنظیمش رو انجام داده. تا اینجای کار به جرات میگم که ترانه یه سر و گردن از همه عوامل بالاتره، بعدش اجرای خود رستاک، ولی تنظیم نتونسته اون جوری که باید خودش رو به این دوتا برسونه. فراری نیست از این دنیای دلگیر مزخرف، تنهایی غرقم کرده توی زندگی یک بار مصرف. زندگی خیلی خوبه، یه بار دیگه بشنم این تیکه رو. دنیای دلگیر مزخرف، تنهایی غرقم کرده توی زندگی یک بار مصرف، وقتی که بیداری عذاب، وابستگی به خواب خوبه. من خیلی وقت رابطم با سرمایه تخت خواب خوبه. اگه شنیدی گریه هام، گذشته اومده سراغم، از خاطر شلاق خوردم زیر شکنجم تو اتاقم. اصلا خدای من دلم نمیاد که پاس کنم، اینقدر که تک تک این واژه ها با وسواس انتخاب شده. حال بد تنهاییام، از چای لیپتون بپرسید حال منو، دریا به دریا از قوطیای تون بپرسید، از کوه ظرفای نشسته، از لحظه های بغض و تردید، از بچه هایی که ندارم حال منو از اون بپرسید. اینجاش میگه از بچه هایی که ندارم از اون بپرسین حال منو، یعنی بچه ندارم از اون، یا من اشتباه متوجه شدم؟ یعنی میطلبید این تنظیم واقعا اگر توی سبک راک بس نمیشد، به نظرم یکی از درخشانترین کارهای رستاک میشد. یعنی اجرا، ترانه، اصلا ترانه یه چیزی ماورای تصور من بود. من انتظار دارم از رستاک مثلا همچین ترانه هایی بشنوم خاص باشه، ولی این دیگه اصلا گل سرسودشون بود. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم لذت برده باشین اندازه من، خیلی حال کردم و این میره توی پلیلیستم. قربان شما، سابسکرایبتون نره، زنگوله کنارش لایک کامنت و فلان.